امام بخاری رحمه الله. امام بخاری امیر مؤمنان در علم حدیث و صاحب کتاب جامع الصحیح، امام حفاظ و سید محدثان، ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری، سال 194 هجری تولد شدند. پدرشان وفات کرد و امام بخاری خردسال بود. پس او را مادرش نگاهبین کرد و پدرش بود که پیش از مرگش چنین گفته بود: من نمی دانم که در مالم یک درهم از حرام و یا مال شبهناک همراه شده باشد. و امام بخاری در خردسالیش نابینا بود. مادرش ابراهیم علیه السلام را در خوابش دید که به او گفتند: هر آینه الله سبحانه و تعالی با دعای زیادی تو بینایی فرزندت را به او باز میگرداند. در حقیقت امام بخاری بینا گشتند. بزرگترین خواهشی که والدین امام بخاری داشتند این اصلاح فرزندشان بود. از امام بخاری پرسیدند که آغاز کارت چگونه بود؟ گفتند: کودک خردسال بودم، حفظ حدیث و نوشتن آن را دوست می داشتم، کاتب بودم. پرسیدند که در همان وقت چند ساله بودید؟ گفتند: 10 ساله و یا کمتر از آن. بنابراین در علم امام بخاری دینداری و عبادت جمع شده است. زیرا امام بخاری می گفت: امیدوار هستم که به الله لقا کنم و در حساب یگان کس را غیبت نکرده باشم. و از بزرگترین کتاب های امام بخاری کتاب جامع الصحیح که آن صحیح ترین کتاب بعد کتاب الله سبحانه و تعالی است و به تحقیق تمام امت اتفاق به قبول این کتاب هستند. این کتاب را امام بخاری در مدت 16 سال جمع کرد. به این کتاب حدیث داخل نکرد مگر اینکه پیش از هر حدیث 2 رکعت نماز میگذارید. علما شاهد بر آن هستند که امام بخاری در حقیقت امام و عالم و شأن و شرف بزرگ داشت. امام احمد رحمه الله گفت: از خراسان به مثل محمد ابن اسماعیل دیده کسی نبرآمده است. امام ابن خزیمه گفت: در این زیر آسمان دنیا به مثل محمد ابن اسماعیل ندیدم که داناتر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و حافظتر باشد. از قولهای امام بخاری این است که می گفت: چیزی را نمی دانم که به آن محتاج شده باشم مگر اینکه آن را در کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیدا کردم. امام بخاری شب عید فطر در سال 256 هجری وفات کرد. الله سبحانه و تعالی به رحمت خود این شخص بزرگ را داخل گرداند. برای خدمت اسلام و مسلمانان پاداش بسیار نیک را عطا فرماید.